از موسمی اول خروج بیماری کووید 19 یعنی آغاز ماه مارس تا ماه دکمبر سال 2020 در شهر خوجند در عموم 5783 نفر ساکنان با تشخیص بیماری التهاب شدید شش و 960 نفر با تشخیص بیماری سیرویتی کرونا ویروس در مؤسسه تندرستی به قید گرفته شدند. از آغاز ماه ایول سال جاری تا امروز باشد در شهر 1879 نفر بیماران در سطح امبولاتوری و بستری گردانی با تشخیص کووید 19 و التهاب شدید شش و قید گرفته شدند. در این باره معاونی رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده صبح امروز سنه 30 سپتامبر هنگامی برگزاری اجلاس 8 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت ششم اطلاع داد و تاکید کرد که حالا در شهر خوجند وضع اپیدمیولوژی نسبتا خوب گشته، تنها 4 نفر بیماران در بیمارخانه کسلی های سیرویتی بستری می باشند. خدمت رسانی امبولاتوری به بیماران از طرف مؤسسه های کمک اولی طبی سنتری 6 مرکز های سلامتی در شهر در دوام پاندمی با مرام رسانیده شدند. بیماران بستری گردیده در بیمارخانه های کسلی های سیرویتی شهر خوجند، بیمارخانه کلینیکوی ولایتی و بیمارخانه ناحیوی رقم 3 ناحیه بابا جان خفورف در جماعتی دهاتی اونجی با معالجه فراغ گرفته شدند. همه بیماران بنابر سبب سالم گردیدن از قید برآورده شده. بیمارخانه ناحیوی ناحیه بابا جان غفورف و بیمارخانه کلینیکوی ولایتی سوخت از فعالیت قرنطینی به فعالیت مقرری برگردانیده شدند. رئیس مجلس وکیلان خلق شهر خوجند رئیس شهر فردوس شریف‌زاده تاکید کرد که نو وابسته از خوب شدنی وضع اپیدمیولوژی و کم گردیدنی سطح سیرویتیابی استادی شهری اوید به پیشگیری بیماری کووید 19 باید آمادگی همه جانبه داشته باشد، زیرا این حالت معنای پورا از بین رفتن بیماری سیرویتی کرونا ویروس را ندارد. این هم در حالی است که در اکثر دولت های خارجه موج چهارم این بیماری خروج کرده ایستاده است. از همین سبب فردوس شریف زاده مسئولین صحه را آگاه نمود که باید تمامی دارواری ها و لباس یک کرته و نقاب محافظتی را به طور کافی ذخیره نمایند تا اینکه ستاد شهری هنگامی ضرورت در حالت آماده باش قرار داشته باشد. کار کنند و که ما تمامی اون دارواری هایی که برای این بیماری لازم است همه وقت ذخیره داشته باشیم. لباس های یک کرده، نقاب. امروز در حقیقت برای همین بیماری کدام نمودی دارواری شما خوبتر می دانید که شب و روز در وقتی کسی پاندمی در بین مردم در بین بیماران بود باید که گویدون که ما ذخیره کنیم. هم ما می دانیم بعضی همون دارواری هایی که امروز کلکسن و گپرین دیگر لیکن با همین دوروری ناو کی باشد دوروری باید که شما گویتون همکاری بکنید. امروز تمام شرایط هست، مبلغ هست، هم مبلغ های بودجتی هم امروز دستگیری صاحب کارم هستند که برای خریداری نمودن دوروری و تجهیزات چیکی باشد ما باید گرفته ذخیره کنیم. در کار اجلاسی 8 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت ششم معاون رئیس ولایتی سوخت انور یعقوبی وکیلان شهر رهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر مقامات حفظ حقوق تشکیلات و مؤسسه های شهری رئیسان محله ها نمایندگان واسطه های اخبار عموم اشتراک نمودند. اوید به تامین اجرای قرارهای مجلس وکیلان خلق خوجند راجع به تدبیرهای 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند معاون اولی رئیس شهر خوجند خیرالله غیب‌الله‌زاده برآمد نموده تاکید داشت که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند طبق دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان جهت سزاوار پیشواز گرفتن جشن باشکوه ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را روانه ساخته و دستاوردهای نظرس مهنتی نایل گشت. همچنین در ادامه اجلاس 8 مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت ششم اطلاع داده شد که روزهای نزدیک در دایره سفر نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و یک قطار مهمانان عالی قدر طبق نقشه چاره‌بینی های جشنی در شهر خوجند افتتاح یک قطار انشاءات های جشنی از جمله مکتب خصوصی اکسفورد برای 450 خواننده، مکتب خصوصی پولوتوف برای 600 نفر خواننده، بنای نوی پرکوراتوری ولایتی و طرفخانه زمانوی فورل مورد بهره برداری قرار داده خواهد شد که در نتیجه اجرای پورا و با صفت نقشه چاره‌بینی جشنی عملی گردانیده می شود. برای تقویت کاری و بادون بینوزکاری و عملی گردانیدن نقشه چاره‌بینی مذکور که از 341 بند عبارت بوده ساختمان بنیاد و تعمیر تجدیدی زیاده از 510 عدد انشاءات بناگونی
دستگاهی خارجی خلق شهر به نظر گرفته شده است. در دوران سالهای 2018-2021 در مخامات اجرا کننده دولت شهر زیاد در 21 مرتبه استاد کاری گذرانی شده و مسئولین از یان کاری برای هرچی تیزتر و از روی نقشه چهارگونه تصدیگریده به انجام رسانیدن کارهای آبادانی مینادکاوی پس گزاری مشخص داده شد. این بود که در شهر خوجند در داری نقشه چهارگونه سیزاوی استاد دولت جنوب تاجیکستان و در این زمین طبق قرار رئیس ولایت صبح از 14 مارس سال 2018 تحت رقم 89 اعلان گردید 1300 روز مهندی ضربدار کارهای آبادانی بنیادکاری وسی تازه گرفته برای اجرای کارها با صفت نقش چهارمینیا تدبیر ضروری راهاندازی گردید. در جریان کاری اجلاسی حسابات کمیسی دائمی مجلس وکیلان خلق شهر خوجند اید به مسئله های علم، معارف، فرهنگ، جوانان، ورزش و سیاحی، حسابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر خوجند از حوزه انتخاباتی دوردگران رقم 6 مهرداد قهارزاده شنیده شد. همچنین در این روز یک قطار قرارهای رئیس شهر خوجند تصدیق کرده شد. سپس در نزد وکیلان معاون رئیس ولایت سوخت انور یعقوبی سخنرانی نمود. با همین رئیس مجلس وکیلان خلق شهر خوجند رئیس شهر فردوس شریفزاده به کاری اجلاسی هشتمی مجلس وکیلان خلق شهر خوجند دعوت ششم حسنی انجام بخشید. گزارشی فرزانه شمسی و نعیم جان ایوبوف برای برنامه تلاتی خبر.